به سوی سیمرغ. اثر شیخ عطار نیشابوری. سرسپردگان راه سیمرغ با عبور از وادی طلب جهان مادی را پشت سر گذاشتیم و با عشق همراه با کوله بار معرفت آسیم سر خود را به وادی استغنا رساندیم و در آنجا دریافتیم که بر خودبینی و خودپسندی و خودپرستی باید خاک ریخت و خانه را بپرداخت. با عبور از جهان خاکی دیگر نه ستاره، نه زمین، نه آسمان، نه نیک و بد و نه مردن و زادن پیداست. ره رو باید از همه چیز بگذرد و از خیشتن تهی شود. پوپک همچنان آموزه های خیش را چون در و گوهر بر زبان می آورد و مرغان لب فرو بسته سراپا گوش بودند. این بار او می گوید وادی توحید سرزمین برهنگی و یگان بینی است. برهنگی آن است که ره رو از هر چیز برهنه شود و خانه از هر کالایی خالی کند و از هرچه هست دست بشوید و ترک یار و دیار کند و در دو جهان جز خدا چیزی نخواهد و یگانگی آن باشد که تنها و یگانه شود. با همانندهای خود سر نکند، جز یکی نخواهد و جز یکی نگوید. در این وادی عدد و شماره از میان برخیزد، همه یکی شود و در این یک نیز عدد نگنجد و به حق یگانه و یکتا گردد. ای پرندگان بلند پرواز، چون از این وادی پرواز کنید، همه سر از یک گریبان به در آورید و همه یک شوید و بی همتا گردید. سپس پوپک گفت عزیز مردی از دیوانه پرسید این جهان چیست و این خانه از کیست؟ دیوانه پاسخ داد این جهان عالمی پر از نام و ننگ است و به نخلی ماند که بر آن صد گونه رنگ زده باشند. اگر این نخل رنگارنگ مومین را یکی به مشت مالد، همان پیکره های گوناگون به یک شکل درآید که آن همه جز مومی نیست و باز مشتی موم گردد. و چون این یک پدیدار گشت، تویی رو به فرار گذارد و مایی و تویی دیگر صورت نبندد. پوپک در این هنگام باز قصه گویی از سر گرفت و گفت
روزی نزد بو علی رودباری که از مردان طریقت بود، پیرزنی رفت و کاغذی زرین بدو داد و گفت این کاغذ زرین از من بستان. بو علی جواب داد که من با خدا پیمان بستم که جز او از کسی چیزی نستانم. پیرزن گفت اینجا نه دیر است و نه کعبه و تو از کجا به خود این بسته ای که چنین گویی و از پیمانت با خدا سخن به میان آوری؟ بو علی گفت اگر چشم حق بین داشتی در کعبه و دیر همه او می دیدی و در پیر و جوان آواز او می شنیدی. مرد سالک چون به حد دل رسید و در این ره چون بدان منزل رسید، بشنود از وی سخنها آشکار، هم بدو ماند وجودش پایدار. هم جزو کس را نبیند یک زمان، هم جزو کس را نداند در جهان. هم در او هم زو و هم با او بود، هم برون از هر سه این نیکو بود. هر که در دریای وحدت گم نشد، گر همه آدم بود مردم نشد. هر که او در آفتاب خود رسید، تو یقین میدان ز نیک و بد رهید. آری ای مرغان عزیز، تا منی و مایی از پیکر شما سر می کشد، همه نیک و بد می بینید و همه به سود و زیان می نگرید. هر کجا که من و تو باشد، نیک و بد آنجا باشد و از سود و زیان سخن رود. اندیشه کنید که از هیچ پدید آمده اید. اگر پیرایه به خود نبندید و سرشت های بد پاک شوید، آنجا از خشم و رشک در نهاد دارید بر خاک ریزد و همه سر تا پا از بدی ها به کنار آیید. و اگر این نشود، هرچند که خود را پاک پندارید و رشک و خشم در خود نبینید، مردان راه با نگاه تیز بین خود آثار آن را در شما به روشنی خواهند دید و شما را از پاکان به شمار نخواهند آورد. در نهانخانه دل ناپاکان از پلیدی گلخنی است که در آن صدها مار و کژدم خفته و آن پیکر پلید را در خود گرفته است. در نهاد اینان دوزخی است که سراسر آن را مارهای کشنده فرا گرفته است که با نیش‌های زهرآگین خود به کمین ایستاده‌اند. اگر نهادی از پلیدی پاک شد، این مارهای به کمینی استاده همه خاکستر خواهند شد و چون کال بوده رسته از تباهی به خاک رود، همه خوش خوابد و آسوده بغنود. و اگر همچنان ناشسته از گناه مایی و تویی بمیرد، این کژدمها و مارها که با خود دارد به جانش ریزند و نیشش زنند تا روز رستاخیز فرا رسد و هر بنده‌ای به میزان کشیده شود و گناهانش به کیفر نشیند. مرد سالک چون رسید این جایگاه، جایگاه و مرد برخیزد زرا. گم شود زیرا که پیدا آید او، گنگ گردد زن که گویا آید او. جزو گردد کل شود نه کل نه جزو، صورتی باشد عجب نه جان نه عضو. در دبیرستان این سر عجب، صد هزاران عقل بینی خشک لب. ذره هر کو از این سر یافته است، سر ز ملک هر دو عالم تافته است. پوپک در این موقع داستان لقمان سرخسی را
برای مرغان بازگو کرد و گفت: روزی لقمان دست به آسمان برداشت که ای پروردگار بزرگ، بندت پیر شده، راه گم کرده و حیرت زده و سرگشته گردیده است. بنده وقتی پیر می شود، بزرگان نعمت خلعتش می دهند و شادش می کنند. سپس خط آزادی به او می دهند و به آزادی رهایش می کنند. ای خدای بزرگ، من اکنون در درگاه کبریای تو به پیری رسیدم. موی سیاه چون شبق خود را همچون برف سپید کردم. خمیده پشت درمانده شدم. خداوندگارا شادیم عطا کن و فرمان آزادیم را مرحمت فرما. خطاب رسید: ای بنده‌ای که در صف خاصان درگاه نشسته ای، مگر نمی دانی که هر کس از بندگی ما رها شود، نه خرد برایش باقی بماند و نه دیگر راه از چاه باز شناسد. اگر رهایی می خواهی، خود و راه شناسی را ترک کن تا آنچه خواسته ای به تو عطا کنم. بار دیگر لقمان سرخسی رو به آسمان کرد که خداوندا، نه خرد خواهم نه راه شناسی، تنها تو را خواهم و تو را جویم. و چون این بگفت، لگام خرد از سرش برداشته شد. شوریدگی سرداد، دیوانگی ها نمود، دست می زد و پا می کوفت و پی در پی می گفت: من دیگر نمی دانم کیستم، خدایم از بندگی آزاد کرد، اما اکنون چیستم؟ نمی دانم، نه بندم و نه آزاد و نه غمگینم و نه هم دلشاد. نی صفت گشتم نگشتم بی صفت، عارفم اما ندارم معرفت. من ندانم من توام یا تو منی، محو گشتم در تو گم شد منی. پوپک آنگاه گفت: ای عزیزان دلبند من، خود دانم که سخن را به باریک جا کشانیدم. اجازه دهید حکایتی دیگر بگویم تا آنچه گفتم به روشنی بر دل و جان شما نشیند. سپس گفت: دو دلداده بر کنار دریایی راه می رفتند و با هم صحبت می داشتند. قضا را دلبر سیمین تن به دریا افتاد و در آب غوطه خورد. عاشق دلخسته به شتاب خود را در آب افکند و شناکنان به یار رسید. دلدار گل عذار که عاشق فداکار را در کنار خود دید، گفت: ای جان عزیز، من که در آب افتادم و به گرداب در غلطیدم، تو دیگر چرا از سر جان برخاستی و خود را به آب افکندی؟ عاشق پاک دل پاسخ داد: وقتی تو در آب افتادی، دیگر من باقی نماندم که بر ساحل ایستم. من که خود را از تو باز نمی شناسم، چگونه می توانم چون تو نباشم؟ تو آنگاه که در آب به زیر و بالا می رفتی و می آمدی، من در خود همین حال را به عیان می دیدم. من هم به آب افتاده بودم و با امواج به زیر و بالا می رفتم و می آمدم. من دیگر خود در آب بودم. دیگر این چه سخن است که می گویی چرا خود را به آب افکندی؟ و چون قصه به اینجا رسید، پوپک سخن خود را دنبال گرفت و گفت: ای مرغان یک دل و هماهنگ که می خواهید به کوه قاف بروید و چهره دلارای سیمرغ را تماشا کنید، شما اگر از آن چهار وادی به سلامت بگذرید و به وادی پنجم که توحید نام دارد برسید، باید مانند آن عاشق فداکار باشید. تو من
در میان شما به من و تو رسیده باشد و باز این من و تو هر دو یکی گردد. هیچ کسی نگوید که تو منی یا من تو هم و به هیچ روی از دویی سخن به میان نیاورد، زیرا هر کس بدین وادی رسد باید دریابد که من تو هم و تو منی، و اگر کار بدین گونه نباشد و همه یکی نشوند، تو من نباشی و من تو نباشم و این یگانگی پیوسته و بر دوام نباشد، وادی توحید پیموده نخواهد شد و همه سرگشته در کویر سوزان منی به خاک کشیده خواهند شد. و اگر من و تو از میان برخاست و هر دو یک تن شدند، وادی پنجم به پیروزی پایان میگیرد و آنگاه میتوان به سوی ششمین وادی پرواز کرد. چه اگر دویی در میان نبود و همه یکی شد، توحید چهره گشایی میکند و این منزل به مقصود میپیوندد. پوپک چنان سرگرم سخن پراکنی بود که از حال مرغان بی خبر مانده بود. بدینجا که رسید منقار به هم نهاد، سرکشید و به مرغان نگریست. دید بسیاری از آنها با یک دیگر نجوا می کنند و تنی چند به خود می لرزند و جمعی از مرغان بیهوش به زمین در غلطیدند. بانگی برآورد و خفتگان از هوش رفتگان به خود آمدند. آنها که نجوا می کردند خاموش شدند و آن دست از مرغان که بر خود از هیبت توحید می لرزیدند آرامش یافتند. وقتی حال جمع به سامان آمد و پریشانی از انجمن مرغان رخت به بیرون کشید، پوپک سخن خود را دنبال کرد و این بار قصه دل رو باتر پرداخت و باز از سلطان محمود غزنوی و ایاز افسانه دلپسند سر کرد و گفت: یک روز بهاری بود، روزی خوش و دلکش. هزار دستان در چمن به نغمه در آمده بود. درختان کلاه شکوفه بر سر داشتند. گل سرخ بر تخت زمردین خیش تکه زده بود و به نوای بلبل اشوه می فروخت و غمزه سر می داد. سوری و یاسمن پشت به پشت هم داده بودند تا بر جان نسترن آتش رشک را شعله برسازند. سنبل گیسوی تاب داده خود را به رخ نیلوفر می کشید و او را پریشان موی می خواند و ملامتش می کرد. بنفشه سر در گریبان برده بود و شرم زده به انجمن گلها و شکوفه ها نگاه می کرد. بنفشه آزرمگین گناه نکرده شرم زده بود و گل سرخ پیراهن دریده از هیچ کس شرم نمی کرد. نرگس با چشمان دلفریب خود فتنه ها به پا می کرد و نسیم آرام آرام همچون دزدی که نیمه شبان می رود که به گنجینه سلطان دست برد بزند، به میان چمن گام می نهاد، ولی هنوز گامی به جلو نگذارده پای پس می کشید. آن روز بلبلان همه با هم هم صدا شده بودند تا آنچنان شوری به چمن در اندازند که سرخ گل را دل به رحم آید و آغوش به روی آنان بکشاید. بلبلی زیرک که تازه به دوران جوانی سرکشیده بود پیرامون بنفشه پرواز می کرد و می خواست این گل سر در گریبان را به میان جمع کشد و پرده شرمش را بدرد. بنفشه دل به بلبل شیدا بسته بود. دلش می خواست با او بگوید و بشنود و قهقهه شادی سر دهد، اما از ملامتگر می هراسید. با سر در گریبان فرو می برد و به کنجی می خزید و از خار پناهی برای خود درست می کرد. روزی چنین هنگام زا که نونهالان چمن هنگامه برپا کرده بودند،
سلطان محمود غزنوی دستور داد لشکریان و سپاهیان از خیمه های خود بدر آیند و در میدان شهر غزنه جمع شوند. جارچیان باد در شیپورها انداختند که سلطان بران است که از لشکریان سان ببیند و همه باید با ساز و برگ جنگ در میدان شهر گرد هم آیند. به دستور سلطان جنگ جویان پتشکن سومنات برده ایستادند. سلطان بر جایی بلند که آماده ساخته بودند رفت و ایستاد و در کنارش ایاز و حسن میمندی قرار گرفتند. رژه سپاهیان آغاز شد. نخست پیل سواران، سپس سوار کاران، آنگاه چابک سواران و به دنبال آن شمشیر زنان و در پی آنان خنجربندان و آخر از همه پیادگان همچنان می آمدند. در برابر سلطان سرخم می کردند و به گوشه میدان می رفتند. سلطان محمود ناگهان رو به ایاز کرد و گفت این همه پیلان جنگی و سواران مردفکن که دیدی همه از امروز زیر فرمان تو خواهند بود و از این لحظه هر کس که در سرزمین های من زندگی می کند باید دستور تو را انجام دهد و سر بر خط فرمانت گذارد. ایاز از شنیدن این سخن که از کمال مهر سلطان محمود به او حکایت ها داشت هیچ حرکتی نکرد، نه سپاس این مرحمت به جای آورد و نه از این همه مهر و عنایت سر به شکرانه خم کرد. حسن میمندی که آرامش و سکون ایاز را دید سخت آشفته و درهم شد و با بانگی که تنها را به لرزه می افکند گفت ای ایاز، تو غلام بی مقداری بیش نیستی. سلطان به تو این همه مهر و محبت می ورزد و تو را بر همه فرمان روا می سازد. تو انقدر نمک نشناسی که حرمت سلطان به جا نمی آوری، نه بر خاک می افتی که برای ادای سپاس دیده به پای سلطان بسایی و نه سرخم می کنی که شکرانه این نعمت بیکران را گزارده باشی. همچنان آرام و خاموش ایستاده یا لب نمی جنبانی. آیا این چنین رفتار که تو داری بی حرمتی به سلطان نیست؟ و آیا این کار تو نشانه ای از حق ناشناسی تو به شمار نخواهد رفت؟ ایاز که سخنان حسن میمندی را شنید گفت مرا به این پرخاش تو دو جواب است که یکی را همکنون در حضور سلطان و تو میگویم و آن دیگر را وقتی خواهم گفت که با سلطان تنها باشم. حسن میمندی گفت آن جواب که در حضور سلطان و من یارای گفتن آن را داری چیست؟ ایاز پاسخ داد میگویی در برابر سلطان به خاک افتم. اگر چنین کنم چه خواهند گفت؟ جز این گویند که من از سلطان کمترم و اگر گردن کشم جز این معنی میدهد که خدای نخواسته خود را از سلطان برتر میشمارم. در این دو گونه کار پای سلطان در میان است و بیشی و کمی با وجود مبارک سلطان سنجیده می شود. من بیمایه که باشم تا کاری کنم که با سلطان به سنجش در آید؟ من در برابر سلطان ذره بیش نیستم. من کجا آن دل دارم که خود را از سلطان بیش یا کم شمارم؟ هرچه هست سلطان است، چه بیش و چه کم همه خود اوست. من سایه خاک پرورده اویم، چون همه خاک پایم چگونه به پایش افتم که بگویند ایازی وجود دارد که به خاک تواند افتاد؟ و اما اینکه میگویی سپاس نعمت او به جان می آورم، نعمت امروز او به من نبخشیده است. نعمت آن روز بخشید که مرا به غلامی پذیرفت و بر این کار انقدر مهر ورزید که پیکر من همه نعمت او شد.
نعمت رسیده را باید که به نعمت دهنده شکر گوید، اما من خود سراسر نعمت سلطانم، نعمت که نمیتواند از وجود خیش شکر کند. من شکر چون کنم که همه نعمت تو هم، نعمت چگونه شکر کند از زبان خیش. حسن میمندی که گفته های عیاض را شنید، از سر جوان مردی و انصاف گفت: ای عیاض، اندیشه چنین باریک داری که بدین گونه تو را نزد سلطان عزیز کرده است. سپس افزود که این نازک خیالی که تو راست، جای آن باشد که هر روز سلطانت به صد بدر زر بنوازد و پایگاهت را از روز پیش برتر گذارد. اکنون چشمان دارم که آن دیگر جواب را که می گفتی باید بگویم بگویی. عیاض گفت: همچنان که گفتم، آن جواب را وقتی می گویم که با سلطان تنها باشم، چه در آن رازی نهفته است که در برابر تو نمی توانم آن راز را آشکار کنم که تو محرم این راز نیستی. سلطان محمود چون این سخن را از عیاض شنید، به حسن میمندی فرمان داد تا به میان سپاهیان رود و از حال و روزگار یکی که آنان خبر برگیرد. حسن فرمان سلطان را به کار بست. وقتی که سلطان محمود با عیاض تنها شد گفت: عیاض، اکنون آن راز را بگو. عیاض لب از هم باز کرد، گفت: هرگه کس کمال لطف شاه می کند سوی من مسکین نگاه، در فروغ آفتاب آن نظر محو می گردد وجودم سر به سر. از حیای آفتاب فر شاه پاک برمیخیزم آن ساعت سرا، چون نمیماند ز من نام وجود، چون به خدمت پیش افتم در سجود. سایه کو گم شود در آفتاب، زو کی آید خدمتی در هیچ باب. هست عیازت سایه‌ای در کوی تو، گم شده در آفتاب روی تو. پوپک پس از این حکایت گفت: ای مرغان رهنورد، وادی توحید دویی از میانه بردارد و همه را یکی کند و همه را یک دل و یک رنگ به کوی سیمرغ به پرواز در آورد، که چون آنجا رسیدند و به بارگاه سیمرغ راه یافتند، همه یک زبان ثنای شاه به زبان آورند و همه یکی شده در برابر عظمت او به خاک گفتند. در میان شما مرغان اگر کسی باشد که هنوز از رنج من آسوده نگردیده باشد و همه در بند تن باشد، به پیشگاه شاه مرغان بار نتواند یافت و به دیدار او شادمان نتواند گردید. همه مایی و منی، توی و مایی، دو، سه و چهار را به دور اندازید، همه او گردید و یک شوید، تا بتوانید از این وادی عبور کنید.
Thank you.
به سوی سیمرغ. اثر شیخ عطار نیشابوری.